الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن إن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. خدمة صائمين ماه مبارك رمزان بندقان محبوب الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماه مبارك رمزان یکی از نعمت های الهی است قبل از رمضان چند ماه به رمضان مانده بود دعا می کردی اللهم بلغنی رمضان و نزدیک رمضان دست بلند داشتی که یا الله مرا به رمضان برسان یا الله رمضانر نصیب من کن الان ماه مبارک رمضان آمد و تو در داخل ماه مبارک رمضان هستید الله سبحانه و تعالی توفیق داد روزه گرفتی صدقه دادی شب زندداری نمودی قیام شب داشتی جود و بخشندگی داشتی دهها کار خیر دیگر آیا می دانید که همه این مسائل مرتبط به توفیق الله سبحانه و تعالی هست الله توفیق داد که روزه گرفتی الله توفیق داد که به عبادات پرداختی حالا باید از الله تشکری کنید توفیقات در ماه مبارک رمضان نصیب شد و باید بگی که ای الله سپاس است تو ای الله تو برای من توفیق روزه گرفتن و توفیق جود و بخشندگی و توفیق شب زندداری و توفیق اعتکاف و توفیق تلاوت و دعا و بیدار شدن در وقت سحر این توفیقات از جانب تو هست وقتی این مسئله در ذهن ما آمد این نوعی از انواع شکر هست این شکرتم لعزیدن نکن الله سبحانه وتعالی میگه اگر شما شکر نعمت رو به جا آوردید لعزیدن نکن من برای شما بیشتر میدهم نعمت بیشتر میشه فراونتر میشه ولئین کفرتم اگر خدایی نکرده باز کفران نعمت ورزیدید این عذابی لشدید عذاب سخت به همینه که گفته شده شکر نعمت نعمتت افزون کند پس بنده شاکر الله سبحانه و تعالی باش از الله سبحانه و تعالی تشکری کن که ای الله روزی که گرفتم توفیق تو بود نمازی که خواندم توفیق تو بود دعایی که کردم توفیق تو بود عمری که انجام دادم توفیق تو بود تلاوتی که کردم توفیق تو بود همین ها توفیق الله سبحانه و تعالی اگر توفیقات الله شامل حال بندگانش نباشه بنده نمیتونه که یک گام هم بدون توفیق الله سبحانه و تعالی در رای خیر برداره لئین شکرتم لعزیدن نکم پس حالا وقتی که الله این نعمت رو نصیب کرد از الله درخواست کردیم گریه کردیم اللهم بلغنا رمضان خدایا رمضان را به ما برسان و ما را به رمضان برسان حالا وقتی شکر میگیم شکر زبان شکر اعضا و جواره شکر مال اینها هر کدام شکر هست چنین نمیشه که ما فقط خوب غذا بخوریم وقت افتار و خوب غذا بخوریم وقت سحری و بعد بالا خزیم و بالاخره بگیم الحمدلله شکر درسته یک نوعی از انواع شکر هست اما کل شکر ما به جا تنها به زبان نمی این فقط شکر زبانی هست چگونه؟ وقتی که ما میگیم شکر لسان شکر لسان همینه که بگیم الحمدلله وقتی غذا میخوریم در ابتدا میگیم بسم الله در انتها میگیم الحمدلله آب می نوشیم در ابتدا بگیم بسم الله در انتها بگیم الحمدلله الحمدلله شکر شکر زبان هست شکر چشم شکر چشم اونه که به رضایت الله سبحانه و تعالی باز بشه آنچه که الله دوست داره ما او را ببینیم آنچه که الله دوست نداره دیدنش را ما چشم خود را ببندیم قل للمؤمنین یغض من ابصارهم آیه دیگه میگه قل للمؤمنات یغضدن من ابصارهن چشم به مجردی که طرف نامحرم افتاد انسان باید چشم خود را ببنده چی و چی مرد این شکر چشم هست الله سبحانه تعالی این چشم را داده تا خوب ببینه تا خیر ببینه تا فرمان الله را ببینه او چیزی که الله دستور داده ببینه و از او چیزی که نهی کرده چشم خود را ببند شکر اعضا و جواره هر کدام دست پا اینها از خود شکر داره ما باید هر کدام اینها را نگاه کنیم و شکر الله سبحانه و تعالی را به جا بیاریم انبیاء علیه مصلاط و السلام بندگان شاکر الله بودند انبیاء با او عظمت و بزرگی إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ما فرمى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليم بود بالله بأ سبحانه وتعالى حنيف بود حنيف يعني باك ميل شرك وكفره بت و بتپرستی نداشت مایل به طرف حق و حقیقت بود که میفرمای و لم یکو مین المشرکین از جمله مشرکین نبود چه صفتی داشت شاکرا لانعمه بنده شاکر الله بود نعمت هایی که الله برایش داده بود شکر میکرد شاکرا لانعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن سفت خيلي مهمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بندي شاكر الله سبحانه وتعالى حضرة نوح عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ما فرمايا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح اون هایگه به همراه نوح علیه الصلاة والسلام بودند و نوح کی بود انه کان عبدا شکورا نوح بنده شاکری بود خیلی مهمه عزیزان با بزرگواران ک انسان باید بنده شاکر الله باشه قدر نعمت الله سبحانه و تعالی رب بدانه و جایگاه و مقام شاکرین را بفهمه ماه مبارک رمضان آمد تا ما را شاکر بسازه ما را مزین بسازه به این صفت و به این خصلت که انبیا علیه الصلاة والسلام مزین بودن به این صفت و او صفت شکر هست رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماین عجبا لامر المؤمن این امره کله له خیر برای مؤمن کارهایش عجیب هست اگر مصیبت رسید صبر میکنه و اگر نعمت رسید شکر میکنه رمضان بزرگترین نعمت هست از این نعمت بالاتر چی باشه که فتحت ابواب الجنه دروازه های جنت باز غلقت ابواب الجحیم دروازه های جهنم مسدود و سلسله الشیاطین دشمن به زنجیر کشیده شده از این نعمت بالاتر چی باشه که هر شب الله سبحانه و تعالی از آتش جهنم نجات میده انسان ها را اهل جهنم نجات پیدا می کنن. از این نعمت بالاتر چی باشه که یک شب بهتر از هزار شب از این نعمت بهتر چی باشه که باب ریان از آن سائمین هست از این نعمت بالاتر چی باشه که بوی دهن روزدار به نزد الله سبحانه و تعالی از مشک هم خوشبویتر هست از این نعمت بالاتر جای دیگر یافت میشه پس به اینه که ماه مبارک رمضان ماه شکره لئن شکرتم لازیدنکم اگر شکر الله را به کردید لا ازيدنكم الله بشترا مده برای شما الله سبحانه وتعالى تعالی می يا یا ايها الذين امنوا اي اهل ايمان كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات اي اهل ايمان بخورید از پاکیزگی ها از او چیزی که برای شما حلال هست نعمت هایی شما حلال استفاده کنید کلو من الطیبات ما رزقناکم چیزی که الله میگه به شما روزی کردیم ما و چیزی که روزی شما هست بخورید نوش جان شما دنبال حرام نروید از حرام استفاده نکنید حلال پاکیزه ادامه میفرمایه واشکروا لله این کنتم ایاه تعبدون وقتی حلال الله نصیب تو کرد و از حلال استفاده کردید حالا در شکر پروردگار را بکنید این آیه با ما چی درس میده؟ یعنی اگر از رای حرام برای تو تعامی آمد شکر نداره او تعصف داره گریه داره اگر از رای حرام برای تو قدرتی رسید شکر نداره اگر از رای حرام برای تو سرمایه رسید شکر نداره چون الله حرام را بزيرة ان الله طيب لا يقبل الا طیبا الله پاکه جس پاکی دیگه چیزی را بزيره پس وقت از حلال و طیب که به دستت نوش جان و بعدن شکر الله سبحانه و تعالی را داشته باش الله سبحانه و تعالی شاکرین دوست داره بندگان شاکر را دوست داره رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سلم بعد از نمازهای فرض دعا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر پیامبر از الله کمک می أي الله مرا کمک کن که ذکر تو را داشته باشم شکر تو را داشته باشم بهترین عبادت لا اله الا الله در مقابل این نعمت های الله چقدر ما شکر کردیم نعمت های مادی و نعمت های معنوی بعض انسان ها فکر میکنه سرمایه دار بود در عالم ظاهر تاجر بزرگ بود باید شکر بکنه این چشمی که میبینه چقدر ارزشش هست این پاهی که با او راه میرویم دستی که با او اشیا را میگیریم گوشی که میشنویم زبانی که حرف میزنیم اینها نعمت های کم است خیلی مهمه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها شما نمیشه نعمت های پروردگار عالم پس باید بنده شکر الله باشیم ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت میکنن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنان عبادت میکردن که پاهای مبارک ورم میکرد پاهای مبارک هاماس می کرد ام میفرمایه می که یا رسول الله آیا الله سبحانه و تعالی گناهان ما قبل و ما بعد شما را نبخشیده؟ چرا اینقدر سر خود فشار می آورید؟ چنان عبادت کردن که پاهای مبارک ورم می کرد کار خوردی نیست کار ساده نیست رسول معظم اسلام چی فرمودن؟ يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا أيمن من شُكْرْ جُزَارِ الله نباشم اي انساني كه متوجه نعمتهاي پروردگار عالم نشودي تا به لحظه متوجه باش لئن شكرتم لازيدنكم ولی این کفرتم اگر کفران نعمت شد انسان به حال خود راه نمیشه این عذابی لشدید عذاب خدا خیلی سخته عذاب خدا شدید هست حضرت سلیمان علیه والسلام که داستانش طولانی هست وقت برای ما قدر فرصت نمیده تا کل داستان رو بیان بکنیم به طور خلاصه و فشرده وقتی او تخت را دید به نزد خود تختی که خاست و طلب کرد وقتی که دید قال هذا من فضل ربي حسرت سليمان عليه السلام وقتی نعمت تر دید یک نعمت قوته و قدرت وقتی از رای مشروب دست آمد نعمت هست پادشاهی از رای مشروب دست آمد نعمت هست ثروت و سرمایه از رای مشروع به دست آمد نعمت هست وقتی نعمت آمد بگو هذا من فضل ربی سلیمان علیه السلام میگه قال هذا من فضل ربی لیبلونی این قوت و قدرت این ثروت و سرمایه إن و مقام و منصب وقتِ آمَاد لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ الله إن قوت را دا داده، قدرت را دا داده، داده، دا إن صحتي و سلامتير را دا داده إمتحان میکنه أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ شُكْر ميكوني؟ سليمان ميقول شُكْر یا مي يعني كفران میکنم حالا تو إنسان، هر که تلاوت میشه فکر بکن که الله سبحانه تعالی تو رو مخاطب داره این نعمت برای تو رسیده حالا بنده شکرگزار هستی یا کفران نعمت میکنی و من شکر فانما یشکر لنفسی کسی که شکر بکنه شکر زیبایی خوبی برمیگرده به نفسش و من کفر کسی که کفران نعمت بکنه فان ربی غنی کریم میگم همونو پروردگار من غنی هست کریم هست پس به اینه که هر کدام ما باید بدانیم که ماه مبارک رمضان ماه شکره درد گرسنگی را کشیدی شکر بکن که خدا برای تو نعمت داده از حال فقرا و مستدعفین واقف شدی شکر بکن که الله سبحانه و تعالی این فقر و این تنگدستی و اینها را نصیب تو نکرده وقت افتار غذا میخوری شکر بکن که این غذا را خورده میتانی وقتی به راه مسجد قدم میزنی شکر بکن که به راه مسجد قدم زده میتانی وقتی چیزی را با دست خود جود و بخشندگی داری شکر بکن که با دست خود این را الله به تو توفیق داده که میدی اگر شكر كردي لإن شكرتم لا ازيدنكم نكتي اخير اينك ابن قيم رحمه الله فرميه شيميه ابنك ابن قيم ركال شكر قلب خضوع حست. قلب إنسان خضوع هو هو قلب 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 سنا حمد پروردگار و اعتراف به گناه و معصیت حمد خدا را در زبان خود بگو و اعتراف بکن که خدایا من نفهمیدم ندانستم و اشتباه کردم و دیگه در رای غلط نمیرم این شکر لسان و زبان هست و بالجوارح طاع شکر جوارح و اعضا اطاعت از پروردگار عالم و انقیاد سر تسلیم گذاشتن در مقابل الله سبحانه و تعالی و قلیل من عبادی الشکور بندگان شکر گذاری الله کمن و اندک کوشش بکن ای خواهر مسلمان و ای برادر مسلمان که تو هم جز این اندک ها باشی خدایا همه ما را جز بندگان شاکر خود داشته باش تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته <تصفح>